سلام دارم خدمت تمام شما هموطنهای خوب و نازنینم و تندارای گلم افغانای عزیز و افغانستانی های عزیز امیدوار هستم هر جای دنیا هستید عزیزان دل در پناه خداوند یگانه بوده باشید سلام دیگری دارم خدمت تمام فارس زبانای عزیز در سراسر دنیا امیدوار هستم هم زبانای ما هر جای دنیا هستید خوب و خوش باشید نازنینا افغان های گل و فارسی زبان های عزیز صبح شما بخیر صبح زیبای پاییزیتان بخیر امیدوار هستم و عزیزان دل خوب و خوش باشید هر جای دنیا هستید چه اروپا چه امریکا چی در ایران تاجیکستان افغانستان پاکستان هندوستان هر جای دنیا هستید عزیزان دل دنیا و کامتان باشد خب نازنینا امروز داستانی را دارم از کشور زیبای امریکا از کشوری یعنی از بهشت روی زمین <applause> بعضی های حال زورش میتن میگه چرا امریکا رو تعریف میکنی بهشت روی زمین است و عزیزان دل مام فرشته هایش خب نازنین امروز واقعا بهشت روی زمین است خب امریکا تنها کشوری هست که عزیزان در دنیا مردم آرزوی یک کشور داره که بیا دا داخلش زندگی کنه من هم فهمم مردم آرزوی اروپا رو هم داره یا نه ولی ما تا جایی که شنیدم آرزو دارن مردم که بیا در امریکا زندگی کنه مردم دنیا تا جایی که من خبر دارم خب نازنینا ایره گمش کن گمش کو گوش گمش کو یک زن هست همیشه میگه من 27 سال هست در کانادا هستم از کانادا تعریف نمیکنم تو چرا از امریکا تعریف میکنی 27 سال یا 37 سال خوب عزیزان دل یک پیش از اینکه داستانو شروع کنم یک چیزی حقیقت براتون بگویم اگر کسی از دنیا راضی نباشه دم بهشت برینم که اینا رو ببره اینا هم مختمزار اینا هستن بعضی زنای افغان عادت دارن در دا دنیا نه از شویشان راضی است نه از اولادشان راضی است نه از زندگیشان راضی است نه از همون جایی که میشینه راضی است من هم افهام چی زنده است خب اینا در جمعی همون مردگان است ولی نفس میکشم این به خاطر ازی گفتم که بعضی وقتا که یکان دفعه من که تعریف میکنم از امریکا بعضی نفرا هست که میگه وی همین ده وطن گفتیم من 20 سال است، ده سال است، 15 سال است، پنج سال است در امریکا هستم من که وقت میشه در کانادا هستم هیچ وقتی من نگفتیم که من در کانادا هستم خب تو چون نمیگی کسی گه تو گوش نمیکنه خواهر من من اینجا میگم جهان میشنوه خدا کنه فامیده باشی و همچنان از دل گفتیم که ما بار بار گفتیم اگر کسی از یک لقمه نان خشک لذت نبره از یک گلاس آب سرد یا یک گلاس چای داغ او هیچ وقتی از هیچ چیز دنیا لذت نمیبره کانادا بسیار کشور زیبا است درست است که سرد است و همو سردی و همو خونوکیش هم یک مقبولی و زیبایی خودش داره ما نرفتیم هنوز کانادا رو ندیدیم ولی آرزو دارم برم ببینم هموطنهای خوب نازنینم هم, هم ملاقات کنم در اونجا و عزیزان دل نصیحت ما برای شما همی است که هر جای دنیا که هستید قدری همون را بدانید و از خداوند همیشه سپاس گذاری بکنید که مثل که شما در افغانستان نیستین زیر دست طالب و وحشی هایی که آمده افغانستان گرفته اگر شما زنای افغان فعلا که ناسپاسی میکنین یا ناشکری میکنین در اروپا هستین در کانادا هستین یا در امریکا فرض کنین شما فعلا با همو آزادی که در کشورها میگردین برای تصور کنین بر یک ساعت چشمایتان پود کنین ببینین که شما یا در سرک های کابل میگردین یا که در مزار شریف یا که در کندهار یا در هرات یا در سمت شمال هر جایی هست و شما تصور کنین که شما میگردین و چهار طرف سرک ریش اینه ای قیقه مویام دراز از زیر کلا و چشمام سرمه کردگی تا این اینجا از سر تا پای تو را فقط با چشمایش تجاوز میکنه چی حالتی برای دست واقعا سخت است واقعا سخت است خوب عزیزان دل بیاین من پیش از که داستان را شروع بکنم یک حقیقت برتان بگویم خب پیش وقتی که طالبا افغانستان گرفت اولین کسی که افغان طالبا رو بر اسمی از شناخت جمهوری اسلامی بود بر من ویدیویی از داخل ایران فرستاده خواهرای ایرانی ما که ما را زیاد نگوین که ایرانیا بعد از تو و ایرانی ها اینا را چرا افغان ها را دپورت میکنه ایران یک خواهر ایرانی ما که در اینستاگرام با هم دیگه کانکت هستیم بعض وقتا بر ما یکان پوست ها رو روان میکنه من ای بر کرده خب عزیزان چند تا ویدیو بود از چند قسمتی چند شهر ایران اولش 33 پول است یا 34 پول است در که ما رفتیم ولی یادم نمانده او بود که نمی طالبا از دل ریش این ایقا کتمو کالا کتمو مویا یمی قمقا چشمایشان هم سرمه کرده داخل او پایایشان برزده بود داخل ما رفته بودن از اونجا برم از میدان آزادی روان کردن که چهار پنج تا هم تو یک پشت سر هم راه و بوخچه در پشتش بودن در داخل هم که در دا دورشان میکنن یگان چیز بود در پختش بود عزیزان دل در متروی تهران بر باز هم تو روان کردن که اینا نه تو بودن ریشای نمیقه مشهد هم مردم ایران در سر آمده از دست طالبان خب هر کسی که گیره بر رسمیت بشناسه آخر آقوبتش همی میشه مجبور میشه به خاطر ازی دی بعض دیگه افغان ها از ایران دپورت کنه خب نازن اینا من که یک افغان هستم میترسم چطور مردم ایران از اینا وحشت نمیکنم کش بشن این راست بگوین امروز بسیار در سوشال میدیا غوغا هست که در ایران بسیار افغان ها رو دپورت میکنم افغان ها رو دپورت نمیکنه میکنه حواستان جمع باشم اینا هر جای دنیا که رفتن اینا تو از خودشان نام ماندن در جایی وحشی هستن وحشی از کو و کمر تا شدن آمدن افغانستانی عزیز گرفتن که امروز هم در هر جای نام نام نیجاد میکنه در همه تکزاس در همه ورجینیا که اینا سال 2021 آمدن باور کنین یک خواهر ما در تکزاس زندگی میکنه بر ما گفت خواهر سارا با خدا از دست اینا پارک نمیشه بورید امی در کشور امریکا گفت یگان محفیلی همی خاننده افغان میشه رفتن نمیشه یگان کن سر دسته گفت اینا امینا نفرای اول است که استاد است و اسکت هایی که میپوشند در جانشان پیران تنبانا پیرانا دراز تنبانا کوتا. حساب <تصفح> کنین پایچه همینی قنقه ریش همینی موی همینی شما هم سرمه کردگی شما نمی ترسیم اینا مثل انسان های اولیه هستن من خو می برازی گفتم شکر و گذاری خداوند باشین که شما را در اروپا آورده کانادا آورده استرالیا آورده خداوند آورده اگر نه مثل شما بندای خدا زیاد هسته هر جای دنیا کمکتان کرده که امروز شما از افغانستان بیرون هستین د پیش اینا نیستین اینا جانور هستن جانور جانور اگر نباشه اینا ببینین خدای بعض وقتا توبه کرده میگم خدای در خلقت سعی وقتی که اینا رو خلق کرده کدام اشتباهی مو وقتی مغز رو تخته میکرده یا یکان جای وجود اینا رو جور کرده کدام اشتباهی رخ نداده واقعا خود تو اینا رو جور کرده آخی مغز که ندارن وجود اینا رو ببین. جسم و روح اینا رو ببین. از زن میترسن. از دختر میترسن. نامش ناس باشن. میترسن اینا. اینا. اینا از زنا میترسن. میفهم چی میگن. میگن زن اگه امروز درس خواند فردا میتانه که ما را قبول نکنه. اینا موجودات بسیار ضعیفی هستن. با فقط بر اینا یاد داده شده که بکشین که دو دنیا در جنت میرین. این ای دنیا را چیزی نمیفهمه اینا را برایم جنت آماده کردن امو ملای پاکستانی امروز اگر در ایران افغان ها را دیپورت میکنه فقط به خاطر وجود اینا هستن که چهار روز پیش جمهوری اسلامی اینا را در رسمیت شناختن از کجا هستم بان که او دبای زرد اگه وارد ایران کرد باز من هم گفته بودم <تصفح> اول هم گفته بودم اما دبای 20 رو کلوری روغنه اگه مورا دیدین در دست کدامشان بفهمین که بفهمین که از یک کارایی میکنه خب نازن این این نمیخواستم اون طرف بروم این را به خاطر ازی گفتم اینم افغان ما زیاد ناشکری میکنه. در هر جای دنیا که هستن ایناست نی از مملکتی که داخلش میای راضی هستن نی از کاری که میکنه راضی هستن نی از زنش راضی هستن نی از شویش راضی هستن نی از راضی هستن منم هم این مردم در کجای دنیا بره که اینا راضی میشه این قول هروپورم که برای اینا داده که هفتاد تا هستم میگه خیر است تو خدا بکش اونجا برو هفتاد تا زن اختیار اختیارت هست اگه نه خدا اینا نمیره اینا نمیره اینا میگه اونجا ما رو بازی میته خب خود اینا مردم مردم های کمقل هستن خب نازن اینا گمش گمش کنین میگه بیاین داستان دختر جوان ما را براتان تعریف میکنم که سال 2021 آمده امریکا خب البته از دل داستانش نو است و قدیر نمیشه که تقریبا یک روز میشه دستم رسیده و خواستم تعریف کنم یعنی را صفش پیشتر بندازم که جوانای ما یکم یاد بگیره از امی ام، ام، کارای از امی تجربیاتی که یک گذشته یکی بوده یک دختر نوجوان ما میتونه یاد بگیره یک بچه ما میتونه یاد بگیره خب داستانش شروع میکنم بسیار خلاصه و کوتاه در دراز نمیکنم که یک ساعت تا در بر بگیرم فقط نظریات شما را در این باره که شما کامنت کنین نظریات خودتان نازنینا که بسیار کمک میکنه. خب خوب عزیزان دل دختر ما دختر عزیز و نوجوان ما سال 2021 میاین میاین امریکا بسیار در سختی خودشان میرسن آن امریکا خودش میگم. اول که آمدم بر من همه چیز فراهم بود امو کاردی غذا بر ما بود کرای خانه ما بود و همه چیز اینی از فامیلش داستان قصه نکرده فقط از خودش گفتم شهرش هم شهرش نمیگم که کلتان میشناسین تان تو یک که یک دیگه بند هستین باز میگین ها اونو بود خب اینا میاین امریکا میگر مای اول دومه که فقط میخوردم و باد میکردم و میگفتم چیزی که خداوند داده در بخت باز شده و ما داخلش در آمدیم خب به حدود یک سه بسیار مستی کردم که یک بار در سر من دپریشن آمد دپریشنی آمد از چهار طرف که مرا که کجایی تو چی میکنی؟ چی خبر است؟ کجا هستی؟ نه قوم نه فامیل نه دیگه آمده اینجا بر خود زندگی میکنی. اینو البته او 20 بیست سالش بوده که شده بیست دو سال خب اینا اینا گفتم کسایی که مرا کمک میکردن گفتم من بسیار بیخو هستم و خو نمیرم و شو تا صبح بیدار هستم و روز تا بگار سردرد هستم چی کنم اینا مرا ده دا دکتر دا معرفی کردن و خودشان بردن و دکتر آوردن سه ماه من خانه خو بودم فقط بعد اول دو ماه سه ماهی که اول آمده بودم یکم خوب بودم بعد سه ماه دیگه ایره من فقط خو بودم و گریه میکردم خواه بودم که گلیه میکردم. اینا می میگفت تو باید درس بخوانی، تو باید مکتب بری. و اگر نماشت میشه باید تو کار ببریم. خب من هیچ از خود خبر نداشتم. من مثل یک آدم مرده بودم. اینا هرچی که میگفتن من بر 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 میرفت و میگفتم چی کنم من بسیار تناستم و خب اینا مرا به زور و رضای رز خود من مکتب روان کردم. مکتب رفتم آمدم رفتم آمدم خب بالاخره من در فیسبوک سعی میکردم که افغانا را پیدا کنم که افغانا دوست شوم برای من اینام میگفتن که دوست شو یک دوست پیدا کو بر خود ایرانی افغانی فرق نمیکنه تنها نباش ما ترا کمک میکنیم اینجا آمده تو باید خوشحال باشی دخترم یک دختری که در افغانستان بسیار دختر اوشیار رو تحصیل کرده و کار میکرده کارش برتان نمیگم چون خودش گفته بگو ولی من نمیگم چون کل تان باز لباس در پشتش گپ جور میکنین که آیا تو هست یا تو دختر مقبول هست بسیار زیبا قدش بلند و بسیار هم فشنی خب نازنینایی دختر در فیسبوک و این طرف و طرف بگرد در اینستاگرام با یک مرد افغان آشنا میشه با یک مرد افغان آشنا میشه مرد بر این میگه که من زن ندارم دوم نو آمده ما ام. حدود 20 سال اینجا هستم در حالی که اوام یک هفتش سال نمیشه که آمده 20 سال اینجا هستم و بیا با دیگه ببینیم و تا دختر افغان هستی که آمده ای میگه که خب سال نو آمده ام از زمان سقوط کابل خب این مرد شلگی میکنه که بیا هم دیگه رو ببینیم خب عزیزان جان جگر افغان ها یاد داره جگرم اول دا خوبی خوبی بعد پسان کم 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 که یک کمی که با همدیگه دیگه آشنا شد او تو چند سال هستی او سن سالت کلان است او باز سعی میکنه که دختر پایان بزنه یادت ای عادت ای مرد افغان این افغان است این که میگه زن شریک شیطان است نیست مرد افغان شریک شیطان است میگه مرد شریک شیطان است مرد خدای افسانه این مردای دیگه دنیا نیست مردای افغان از درست خوبایشان باشه مجدا هم میکنم خوبه برای عزیزان دل شما ای که خوب هستین نمیگم اینم این شیطانکار میگم که دختر و دختر را بازی میتن زن را بازی میتن بچه را بازی میتن خوب عزیزان دل. دختر میگم مام که به خاطر که بسیار در خانه دلم میگرفت و فقط مکتب میرفتم و کتزی قرار ماندیم که ایره ببینم دمو پیش مکتب چون مکتب من موتر نداشتم من در وست میرفتم میامدم خوب یالی هم ندارن موتر و وقت هم که نو آمده بوده میگه ایره دیدم میره ای که دیدم دیدم یک خود بسیار و شیار و در نظر من که آمد که یک مردی بسیار فامیده است از این تا دیدم پرسان کردم که تو زن نداری؟ گفت نه گفتم چطور تا این سن و سال زن نکرده خود دختر به ساله مرد سی و هشت و سی و نو ساله که تقریبا شاید شیل بوده در گفته که من سی و پنج هستم خب گفتم چرا زن نداری؟ گفت یک زن در افغانستان گرفتم و خیانت کرد و در در پانزده دقیقه که اونجا جا و در سریم یک چوکی همین دوروبرش هاینه که دودی زده بوده تو میدید می گفتم چیه کدام کس اینجا می پالی؟ تو می بینی می گفت نه کس نمی پالم امی... چقدر اینجا افغان ها زیاد هستم می گفتم آخو افغان ها مکتب می آین خلاصا خلاصه کتزی گفت که خانه کجا هسته بریم خانه گفتم نه خانه من ما کته افغانا میشنم یک اتاق دارم افغانا هم برم بسیار است اگر تو خانه بودی کلشان بر ما گپ خاط زدن که دختر تنها را ورده خانه خب چی کنیم گفتم بیا بریم خانه تو تو خو خانه داری گفت نه ما کته یک بچه کاکای میشنم او بسیار مردار بچه است اگر ببیند تو را شاید پشت سر فردا گپ بزنه خب چی او روز اما تو گپ زدیم گپ زدیم تیر شد از من یک دختری خیلی ترسندوک و بسیار به ارزا نبودم که من به و بگویم که آم میترسم خو افغان است بسیار خوش شده بودم که بالاخره یک افغان پیدا کردم کتش گفت میزن او روز رفتیم ما و یه بسیار گشتیم من نمیفهمیدم که لفت اوبر میکنه ما خیال میکردم که اون کاغذ پیش موتر زیره که دیدم گفتم می چی هست گفتم من بعضی وقتا یگان کس از میدان هوایی میایا ما او را میارم اگر نه کار ما دیگه کار است اون کار تو چی هست گفت کار ما کمک دکتر میکنم در شفاخانه ما خود ما برای خود یک پای دکتر هستم ما دا درس ما در امریکا خلاص کردیم و در فلانی پوانتون درس خواندیم و بسیار پوفلاف و ما هم دیگه بسیار خوش یعنی واقعا او روز کتازی گشتم و شا و ما یک خوی آرام کردم خانه ولی نه خانه این رفتم نه خانه این آمد فقط رفتیم یکم گشتیم یک جای رفتیم یک برگر خوردیم مکتونالد نبود یک برگر دیگه عزیزان جکینگ به با باکس میگه چی میگه هم برگرهایی که برگرهای مکزیکی هستن همورا رفتن خوردن خودش میگه رفتیم خب برگر خوردیم آمدم خانه او شب بسیار بر من خوب بود کت خود گفتم خب دیگه تنها نیستم اینی هم چقدر خوب چقدر مردی خوب است و درس خوانده تحصیل کرده کارم میکنه و من کتمی دوست میشم و کتش آروسی میکنم دیگه کت فامیل در افغانستان گپ میزنم ولی اونا مرا میگه کوشش کو که خوب شوی اینا هم پشت سر میاین که سر کار برو اما دوستی که از ادامه داشت خب بالاخره اینا برای سر کار ماندن در یک مکدونالز که من رفتم در مکتونالز بر خود بر ما کار گرفتن که دمو کمک برگر جرگر ها میکردم اما مکدونال کاری برگر میکنه دیگه خب دیگه خوشحال بودم که من از تنهایی در آمده ام اینی به نظر من دپریشن من گم شد خب خالص، سارا خیال کردم که من خوب شدیم تقریبا یک شیش از ما با تیر شد ما دیگه غرق خوشی ها میریم جای چکر میزنیم ولی همیشه دم قات مردم که میره در چی تاریک باشه چی هر چی باشه دم رستوران هایی که میریم که دودی میزنم میگم چرا کار میکنی؟ آینه دودی چرا میزنی اینجا خود تاریک هسته آفتاب نیست میگه نه ما در راحت هستم به خاطر که خیلی همکارای من رو میشناسه میگم چرا از همکارایت من میکنه پوت میکنی میگه نه دیوانه تو نمیفهمی خب من نمیخوایم که کسی فردا تو رو ببینه بگوید که آه این رو ما کته دیدیم من قصه خود نیستم در فکر تو هستم ما هم سادگه. دیگه چیز نمیگم یک روز بعد از شش ماه که ما یه دوست بودیم گفتم که یک چیز برات بگویم گفتم بگو گفتم از روزی که ما تو یک جای شدیم هیچ وقت بر من نگفته که بیا با هم دیگه آرستی کنیم تا که با تو با, با هم دیگه بگردیم میگه یک اوف کشید گفت من میخواستم یک چیز با تو در میان بانم ولی می که تو رو از دست بتم خب بیا شفت ما بشه که ما بر تو بگویم شفت تر بشه <تصفح> او رو در یک رستوران رفته بودن عزیزان اینا در یک رستوران امریکایی که خودش میگه رفته بودیم رستوران دنیز که ایرا مرا گفت که ایلا بشی که من پیش تو بگویم من نمیفهمم چه تو بگویم میترسم خدایی نکرده که تو از دست بتام و اما تو طرف میبینم یا عشقا حلقه میزنه در دور چشمش گفتم خب چی خبر است چی گفت است بگو میگه ما یک دختر خوب زمانی که در افغانستان کار میکردم در دفتر کار ما بسیار مردا بود کت مردا مال که مردا گپ میزدیم ولی نه دوستی که کته هر کسونه کس و نکس عاشق شویم و دوست شویم و دیگه خب چون فامیل دار بودیم و دختری عجایی نبودیم گفتم خب بگو گفت نه میترسم ترسم که تو را از دست بدم خب بگو چرا مرا می خواهی که یه قصد سنجیم کنی خب بگو دیگه چی شده مردا چه در چیز انداختی گفت بر تو بگویم بر ما مادر و پدر ما بدون اجازه ما رفت یک دختر از افغانستان آوردن من زن دارم میگه ای گفت من زن دارم ما خود جمع کردم گفتم چی؟ این کی آورده دمی شش ماه گفت نه خیلی وقت آورده گفتم خب چرا دمه گفتم من زن ندارم خب ما تو را بسیار خوشم آمده بود گفتم اگه ما بگویم تو را از بس میتوم یال ما میخوایم ایچ چیز از تو پنهان نکنم بر تو بگویم که من زن دارم ولی من او را طلاق میتون به خاطر تو میگه من یک رقم تکان خوردم که کی مرده پارسال که ای زن داره حالا ای تا ای را طلاق بتا زنشه من تا کی صبر کنم برازی گفتم ولی چرا او را طلاق میتیم اگه چی شده او گفت در نیست زن از سرم کلان است پیر است مرا ببین من چقدر جوان استم نه او از سر من ده سال کلان است خب بسیار در خودشم نمیرسه جنگل منگل است در ای گفته که سه اولاد چهار تا اولاد هم داره میگه گفتم چهار تا اولاد هم داری اولا بشی مرده که بی شرف بی حیا مرا بازی دادی گفت عزیزم مرا ببخش به خدا جگرم ببخش مرا مرا در سر قبر مادرم قسم من تو رو بسیار دوست دارم مرا ببخش گفتم نمی بخشم میتا دم و داخل رستوران بسیاری را دو گفتم چرا روز اول بر من نگفتی گفت میخواستم که بگویم ولی میترسیدم که تو را از دست بتم. خب عزیزان دل ای میگه من قل کردم و نان نخورده دیگه من پیش پیشی فقط زاری میکنه از پشتم که جگر استاد شو جگر به خدا قسم میخورم آخیج نشد گفت خود از زیر ما میکنم میکنم خاطر تو اگر نکردم نام مرالش کن خب ای تو یا چلبازی ها میاد داره اینا و من گفتم شریک شیطان که هستن مردم افغانستان <applause> بعدتان نبیه کلتان من کلتان را نمیگم خوبا را نمیگم جدا میکنم نمی کسایی را میگم کمی کارا را میکنم میگه از پشتم صدا کرد گفت ده قبر مادر را اگر کتم نکنی خود از زیر موتر میکنم میگه ای که قبر مادرم گفت همیشه تعریف میکرد که من مادرم بسیار دوست دارم میگه استاد شدم یک تکان خوردم استاد شدم گفتم خب چی میگی حالا چی میخوای از من گفت بر ما وقت بطی که من زن ما طلاق بطم گفتم خب اولادا چی گفت اولاداشون برش میتونم چون من او زنه که دوست ندارم اولادای هم دوست ندارم او زنه به دلی ما گرفته به اجازه ما گرفته خب گفتم برو هر وقت که طلاق دادی من هستم بر من زنگ بزن گفت من سکتا میکنم من میمروم اگر تو یک شو تلفن مرا جواب ندی به خدا من خود از زیر موتر میکنم از ساختمان چهار طبقه خود پایان مندازم گفتم که حالا نه خود پایان بنداز نه دیگه هم ما هم کشوی نمی کنم سر کار ولی ما امروز بسیار در جانم بد خوردی چرا از من ای تو یک گبه کلانه پنهان کردی چرا مرا وعدای سر خرمن دادی وعدای و دروغ دادی گفت که خب من می ترسیدم چون تو رو دیدم دختر بسیار زیبا و مقبول افغانم که هستی من نخواستم که تو رو ازش بدم میگه دیگه کم کم یادم میامد که چرا در دا داخل مکتب روز اول که آمده بود آینه دودی پوشیده بود و چرا دور بر میدید چرا دایگان جای نان خوردن میرفته می دور و اطراف شمی دیدی حتما زن ای دمی دور و اطراف ما زندگی میکنه میگه دیگه همون چیزا دا یادم میامد و خوب گفتم من که تو تاشتی میکنم برو هر وقت که ولی وعده کو بر ما که زن تا طلاق میتی گفت وعده میکنم گفتم قسم بخو گفت سر دوباره گفت در قبر مادرم قسم میخورم که من زن ما طلاق میتم خب یه دیگه او روز رفتم خانه ما یک اشه و یک بار بر ما زنگ میزد مسیج میکرد و شد تام خود است و به این خو... نکرد و فقط بر ما مسیج کرد و که دوست دارم و که عاشقت هستم و مطمئن باش که من زن طلاق میتم و خب بالاخره ما فردا و پس فردا و پس فردایش رو دوباره دیدم و برش گفتم خب کی میخوای طلاق بتی گفت بر ما وقت بتی ما دا در دادگاه کیس میس انداخته ایم که را طلاق بتم ولی یکم صبر کن خو اینجا دادگاه کیس نداره عزیزان میری میگی زن و طلاق میتم ما که میگم اینو شیطان هست شما میگین نه اینجا کیس نمیخوای میری میگی زن و طلاق میتم چرا طلاق میتی خو طلاق بتی اون اولادا ده زنت میرسه یا خودت میرسه اگه زن نمیگیره زن تا جدا میکنه تو را جدا و کیس چی داره انگار که شما بین خودتان اینجا خیال کردین افغانستان یا ایران هستن خب میگه مرا هر باری بازی میداد که من طلاق میتم عزیزم تو چقدر عجله داری خب طلاق میتم ما او زناشوی نیستیم ما او فقط به خاطر مولادا زندگی میکنیم خب بالاخره میگذشت دیگه میگذشت و هر روز مشکلات ما دپریشن ما یک بود دو برابر شد و روز تا بگار دی فکر میکردم که اگه این زنش طلاق چی, اگه ای طلاق هم بتا و اولادار ای بگیره چی روز تا بگار رو بشنم در اولادار نان پخته کنم خوب خودی اگه کاری سعی نداشته باشه چی کار که در من گفتم کمگیار دکتر هستم چند وقت دیگه دکتر میشم اونم نمی تو هستم اگه ای چیز نباشه چی شوا تا صبح پلان میگیرم که فردای تو بگم و تو بگو میره فرداش که باز یک جایی رو بروی میشیم ای بر من میگه که آه جگر و جان و دل و نمیفهم روده ما و قبرغه ما تو هستی و گرده ما تو هستی باز یادم میره که از یخنی بگیرم که من تا قیده میده تو بشنم خب بالاخره کم کم دیگه آشنایی ما و ای بسیار چیز شد و ای را خانه آوردم و یه دفعه که در بلدنگ ما دمو ساختمان های ما که در می که آینه دیدی می پوشید. یا ماسک چرا ماسک می زنی می گفت مریضیش کردیم خوی را اردم خانه و خانه ما آمد و بالاخره ما و یک جای شدیم و خود دیگه چیز که نمی شد و شیطان مرا به گلم زد <تصفح> یه خود خودش شیطان بوده و ایرم همین شیطان گل زده حتی شیطان ها هست که در امریکا بازی میتن یعنی گل میزنه بازی میتن خب دختر میگه به خاطری که ایره بترسانم یک روز بر ازی زنگ زدم گفتم کجایی گفت که چی میکنی سر کار هستم گفتم من حالا بسیار خراب است کلینیک هستم دکتر مرا گفته تو عامله هستی گفت چی؟ گفتم مرا دکتر گفته عامله هستی میگه دکتر مکتر نرفتم اون خودم میفهمیدم که آمیلا نیستم ولی میخواستم را راه حال زیر بگیرم گفت کجا کدام کلینیک هستی که ما بیاییم گفتم من طرف خانه میروم از کلینیک برامدیم گفت برو من میاییم خانه گفتم خانه نمیروم یکان جای دیگه میشنم بیا اونجا ده خانه نمیخواییم در خانه ببینم تو خب یک جای وعده کردم که تزی آمد و پریده خورده آمد که چی شده؟ چرا آمیل هستی؟ گفتم خب دیگه چی کنم یاله؟ زود ببوریم میره اگه جای بندازیم گفتم نه بندازم چرا بندازم؟ من میخوایم اولاد داشته باشم زود برو تکلیف تروشن کو بیا از من ازدواج کن گفته ایج, ایج راهی نداره که توی اولاد نگاه کنی گفتم راه داره چرا راه نداره؟ نمیشم من چهار تا از او دارم یک دیگه از تو گفتم دهی وسط من چه مقصر هستم تو چهار تا داری ولی من ندارم ما باید یک دان داشته باشم نه نه باید بریم میره بندازیم نه اول که ده خوبی خوبی یاله میگه اگر رقم غال مغال میکنه که ما میگم نمیشم تو میگی ها ما میگم بری میره بنداز تا روسی نکنیم بر ما واسه تو بسیار بد است که ما تا اولاد داشته باشیم میگم چه بد است هر کس گپ زد میگم ما باید فرند داشتم نام تو رو نمیگیرم میگم ما تو خود خون سرد میگم ما اولاد نقصان نمیکنم این غالمغال ای هم غال اطراف بن انداخته از بس که غالمغال میکنه در کدام پرککا اینا ششته بودم میگن نمیشه نه هر کاری میکنم بشی میگن نه بیا بریم من گفتم نمیرم گفتم ما تو که هست بیا از همین جاوردوی ما کات میکنیم دیگه طرف ما در نخور ما می بچه را در تو نمیکنم میگم نامزاد داشتم گم شده در سر یکان مکسیکی میکنم یکان افریقایی میکنم تو هیچ کار نداشته باش میگه یال چنان غال مغال میکنه تو خیال کرده اینجا افغانستان است یخن مرا دولت میگیره در هر جایی باشم که خرج او رو بتم میگه از دانش یک دفعه برامد گفتم خو تو پس برای خرج ازی میخوای من جدا کنم نه خو گبا میزنم که تو میگی نه تو تو خب خلاصا میگه من گفتم من جدا نمیکنم یا اولاد نقصان نمیکنم خود بکشی گفتم من یه اولاد نگاه میکنم خب دیگه دید که نمیشه چاره دیگه نیست میگه گفت خب خیر است ایش نکو میگه باور میکنین ای بدترین دارو را استفاده میکرد و در دا داخل نان که ما بخورم که هم اولادم ما سیوایی شوه ای در خیال خودش میگفت که ای عامله است و ای کار کنم که اولاد این نقصان شوه میگه ببینین من میفهمیدم میفهمیدم که در دا داخلی بخاطر ای دمم چاشت نان میاورد لرزیده همشو نان میورد من میفهمیدم که داخل او یک چیز هستم او را میگفت بخو میگفتم نه نه نان خوردیم شو میخورم بازیش میدادم یگان قاشو از یگان جایش میخوردم میفهمیدم که در دا داخلش چون یک روز میگم من خودم مطمئن بودم که یک چیز گرد کرده وقتی که رفت غذا رو واس کردم و دیدم که در غذا مثل یک پودر و یک چیز انداخته که بخی رنگ برینج هم میگه صفحه زرد کرده بود و رو پسان براش نشان دادم گفتم میخوای بو برو میره آزمایشگاه ببینم چی هستم یه یا برنج چپه کرد یا قال مقال ده سر اون را انداخت که تو چی فکر ها میکنی من تو رو میگم خوی بچه رو بنداز که ما تو رو ده خوشی نمیمانه حالا من چرا تو کارا کنم خب عزیزان دل از وقتی اینا یک سال از تایم اینا میگذره که اینا با هم دیگه دوست بودن دختر میگه بر ما میکرد که من زن ما زن طلاق میتونم ولی میگه یک روز که مرا گفت که بچه را بنداز گفتم با یک شرط میندازم شرط دارم گفت چی شرطی گفتم بر من 5000 دلار بیا ده پیش ما بون که ما برویم برای خود یگان چیز بخرم به خاطر که تو بچه مرا میخوای بندازی گفت طرف ما سعی گفت یعنی میخوای از ما پیسه بگیری گفتم ما 5000 دلار بر ما بده ما زیاد نمیگم از تو زیاد نگرفتیم یعنی ما 5000 نمیارزم به نظر تو گفت چرا نه تو بیست هزار صد هزار میارزی گفت پنج هزار دلار پول نیست ولی مده کار دمیال نیست تو بیا که در کلینیک بچه که انداختی باز از را هم هر طریق شد را از مده حساب اون پیسه دارم بر تو تلا میخرم گفتم نه بر ما اونم هر وقتی که پیسه را آورده در دا دستم دادی من میروم بچه را نقصان میکنم گفت خو گفت آل و دیل به خاطر من نمیری گفتم نه من تو دیگه باور ندارم خب عزیزان دل روز دیگهش بر من زنگ زد گفت من میاییم که بریم بچه را سوای کنیم جدا کنیم یعنی نقصان کنیم گفتم پیسه چی جور کرده گفت ق پیسه گفتی به خدا جان ما را کشیده پیسه گفت پیسه گفت آ جور میکنم امروز گفتم هر وقت که جور کردی بیا خب وزیزان دل میگه در خانه زنگ زد بر من که من میاییم میگه آمد و پیش ما گفتم پیسه را آوردی گفتن نو سرم باور نداری در کار هست گفتم تا کش بر من نداده مده تو باور ندارم خب بالاخره از جیبش کشید و پیش ما من ماند. گفت بیا پنج هزار دلار یا بریم بچه را سوای کنیم گفتم بریم رفتم لباس های پوشیدم و پنج دلار دالر ازش گرفتم و در خانه رو باز کردم که بیرون بره ایره در کشیدم گفتم برو بیرون معامله نیستم گفت چی؟ گفت معامله نیستم اگر تو نهکو دیگه جان ما را کشیدی بیا بریم بچه نقصان کو که دل ما هم جمع شود دل تو گفتم نه بخدا خدا نیستم من مریض هستم بر تو نگفتم گفت نیستی خیلی پیسر پس بر گم شد به خدا گفتم یعنی پلیس ها صدا میکنم در سر تو را کاری بکنم که تا تو که صد در روز تو بخنده خب خلاصه در سر اقال مقال کردم همسایه بیرون آمد و ایم دوم پشه جویده رفت و گوری یعنی رفت از بیرون بر من زنگ زد گفتی کار در حق من نکو چرا مرا تو بازی دادی چرا کار کردی اگه حامله هست خوب بیا بوریم تو را در خدا تو را در سر هر کسی که قبول داری بیای کار در حق من نکو گفتم ما به خدا عامل نیستم قسم میخورم گفت میشه برویم آزمایش بتیم که ما مطمئن شوم که عامل نیستی گفتم آ ایران به خاطر تو میکنم که دل تو جمع شوه رفتم که از در کلینیک آزمایش دادم و جواب آزمایش رفته خودش گرفته بود که معامله نیستم بعد حالا که جواب آزمایش رفته گرفته روز دیگهش بر من زن زنگ زده که آما قرار است هفته دیگه زن و طلاق بتون میخوایم که یک جای شلیم که تو کنم گفتم ما دیگه که تو تارسی, تارسی نمیکنم نه تا طلاق نه دیگه نه تو نکو خدا تو او کدام مرد باشه که بیاد جای ما پایش بانه به خدا میکشم که هر کس آرسی کنی گفتم خیال کرده این جمریکا افغانستان است جمریکا است خب ها را داستان از چی برات دور دراز کنم ای دایی ظرفی که از وقتی که ما از جدا شدیم خب یک بیست روزه که میامد دم سر کوچه ما میشه اشت گوشه اگه یا روی زمین سیکریت میکشید یا در پالوی موترش استاد میشد فقط سیکریت میکشید بر من زنگ میزد من مجبور شدم تلفن موبایلم سیم سیم کنم بعدم که دیوانم کرده بود من سر کار می سر کارم میامد. مکتبم میامد از دستی دی بیخی دیوانه شده بودم بار بار برای شختار دادم که ده دا پلیس زنگ میزنم. آخر میفهم یک روز برای من چی گفت گفت ایلایت میکنم دنبال تا دیگه نمیگیرم ولی اما پول برای من پس بیتی که ما رو قرض کردیم گفت و تو میفهمی من از دو نفر قرض کردیم من خودم پویه. پیسه ندارم گفتم یعنی تو 20 سال در امریکاستی تو پنج هزار نداری گفت نه زنم بسیار بد خرج است هر چی کار میکنم زنم گم میکنم خب خبر نداشتم از این که ای اه اه چهار تا اولاد داره یا پنج تا داره ای من گفته بود من چهار تا اولاد دارم زن ازی رو ندیده بودم گفتم من او پیسه رو بر تو نمیتم پیسه رو که خاطر تو از من استفاده کرده من او پول که تو خودتا بکشی من او رو بر تو نمیتم او نه پیسه که تو از کارت بر کشیده باشه که تو بری پیش دولت بگی از من قرض گرفته و نه تو در پیش روی کدام بر من داده بودم پیسه بین من و تو بود گرفتم از تو مثل یک دیواری خلاص شد دیگه اوشکو که گبارا دیگه نزنی. گفتم ها یک چیز دیگه را بر ما بگو. یعنی واقعا مرا دوست داری؟ گفت ها در سر قبر مادرم تو بسیار دوست دارم. <تصفح> گفتم خب سر قبر مادرت قسم تو در کجا زندگی میکنی؟ میگه دمه گفت که چی میکنی دم خانه ما میگه. گفتم نه فقط میخواییم بپرسم بفهمم که در کجا زندگی میکنی همه وقت بر ما نگفتیم. گفت ده فلانه جایی یعنی جایی که زندگی میکرد کاتما ما در بیست قدم و بود که ما میرفتیم میامدیم بیست قدم را بود میگه گفت ده فلانه جایی زندگی میکنم گفتم یک نزدیک بوده گفت آم. گفتم تو خودم هم میگفتی رای جای ما بسیار دور است و از شما گفت نه من تو میگفتم بر تو خب یکی که گفت فلانی جای است تمام شیطانه. شیطان ما یعنی مرا گفت که برو خانه ای را پیدا کو ببین که وضعیت چه رقم است و زنی چی تو است و کی میگه قپیر است و خوب یک چیزای در دا مغزم آمد که ما باید بفهمم رفتم در منطقه که اینا میششتن در بست بسیار در سختی رفتم پیدا کردم و رفتم اونجا از بعض افغان ها کردم که همین نفر هم این نامشنی هسته گفته هم کجا زندگی میکنه گفت فکر کنم دمی بلاک ها هستم خب بالاخره رفتم از این پرسان از او پرسان خانه ای را پیدا کردم خب خال سارا خانه ای را پیدا کردم و رفتم پشت دروازه از او را از طریق افغانا در زدم که یک زنی آمد در باز کرد و زن قدر مقبول قد ببین اندام ببین و گفتم شما افغان هستین گفته او گفتم ما یک گفته اینجا افغانا میشینه گفتم افغان هستم خو نام خدا چه قد و اندامی چه مقبول هستین چند تا داری گفت خورک پنج تا اولاد کی آمدین در امریکا گفت هشت سال میشه هفت سال هفت سال زیادتر میشه گفتم اینی هفت هشت سال میشه کار ما را میکنین شوهرتان چی کار میکنه دما دا دانی دروازه میگه از میگه طرف مسایگه گفت مثل که سروی آمده باشی اما تو همه چیز از من میپرسی گفتم نه اما تو آمدیم ام. میخواستم خانه یک انا افغان رو پیدا کنم یک آدرس شما رو داد گفته ای خوارجان شوار اوبر رو لفت میکنه گفتم خو شوار لفت اوبر میکنه هفت سال میشه آمدین درس نخوندین هیچ کدامتان گفت شوارم که یک مردی اصاب خراب است و خود مام هم که میفهمی اولاد دار استم خوارجان نمیشه درس بخوانم میگم مجب فامیدم که یک آپارتمان بسیار کونه یک آپارتمانی که معلوم نیست اینا چقدر کرا میداد آمدم و پس در بس ششتم خانه آمدم در خانه آمدم دو روز بعدش بود یک روز بعدش بود در زنگ زد گفت که نمیخوای مرا ببینی گفتم برو در فکر اولادایت باش گفتم او زنت اما دیدم آمدم در خانه میگه یک رقم در غال شد که در خانه چی میکدی گفتم من تو یک آمدم که ببینم واقعا تو میگی زن ما سر ما در سال کلان است. بیایم ببینم زن تو از سر تو ده سال کلان است از روزی که با ما آشنا شده فقط بر ما دروغ گفته مرد که لچر هرچی که از دانم در آمد برش گفتم گفتم از این روز به بعد اگر دوباره بر ما زنگ بزنیم بار بار تو رو بلاک کردیم و بازم ده تو نمبر تلفن دادیم و نمیفهم که چرا ولی باز از بلاک کشیده میتا باز اگه یک بار دیگه بر من زنگ بزنیم من به خدا میرم از دستو شکایت میکنم تمام چیز را برده کف دست پلیس میمانم میگه خندید میفهم بر ما چی گفت گفت خب پلیس چی میگه پلیس میگه تو زیر سن بودی برده در سر تو تجاوز کرده دختر 13 ساله بودی تو خیال میکنی من قانون امریکا را نمیفهمم گفتم تو یاغی پدر ناله تو چرا دم من میگی من 20 سال میش آمدیم زن تو میگه من 7 سال 8 سال میش آمده خندید گفت خب ما کل چیز را تو نگفتیم گفتم تو همیشه در قبر مادر قسم میخوری میگه قبر مادرم گفت خب مادرم زنده است اما در قبرش قسم میخورم میگه خاله آره یک چیزایی بر من گفت که به خدا شاخ کشیدم یک قدر در سرم زدم در خانه گفتم چی دیو زده بود تو را تو در افغانستان یک کار کردی یک قدر دختر اوشیار فامیده در امریکا و جای آمده تو تو آمدی گرفتار از لوچک شدی در قواری بازی خوردی یک سال یک و نیم سال فقط از تو کار کشیده و که تو بود و هر رقم از تو استفاده کرد و بازی داد تو را فقط دسترم سرم می زدم و ده پایم خوب خلاصه گذشت و دیگه تصمیم گرفتم که دیگه ای کار نکنم و بشنم درس بخوانم خب خلاصه داستان داستانه بگویم خاله سارا من از دپریشن نمی برایم ایش دپریشن من ایلا نمی ایران ماندم چه کنم لطفا من راهنمایی کنین بسیار من یک دختر افسرده و یک دختر بیمار هستم نمیفهم چی کنم <applause> خوب عزیزان دل دخترای افغان قهرتان نبیایه وقتی که در یک جای می رسین، چرا شروع نمیکنین درس خواندن چرا شروع نمیکنین همی پیشرفت حداقل در اون مکدونال که تو کار میکردی تا امروز تو در اونجا منیجر میشدی اگه رو ما کم می گرفتی. اگر غیر از او یگان استوری دیگر تو کار میکردی اما استور خوب ماشد کم کم بالا میرفت بالا میرفت تو یک ماش درست حسابی میگرفتش چرا کم میترسین امی فورا یک افغانه پیدا میکنه ها بر ما گفت گفتم چرا ایرا پیدا کردی به خاطر که من زبان بلد نبودم با آمریکایی دوست شوم خوب هیچ دوست نشم این حالا چی میشه که یک دو سال بدون دوست ماندین چی میشه که یک سال دو سال سه سال دوست نداشتین او رو هم با کسی دوست میشین که از سایه خودش میترسه او اینجا امریکاسته. میترسه که او رو از دست بتا زنشن باز هم تا آدمایی که لفت میکنه یا اوبر میکنه او میتونه خرج پنج تا اولاد جدایی بتا اگه زنی او طلاق بگیره از او خب برای همون خدا کشته مانده بوده که تو بچه تا بنداز گفته اینی ششمی میشه چه تو خرج بتم رو سابقه من لفت کو او زن بتی و خوب زن اگه که یک کتا تو دوست است خوب طلاقش هم میگیرید خوب نازن اینا وقتی که در افغان در از افغانستان میاین برون در کشور مثل اروپا یا کشور اروپا یا امریکا یا کانادا یا هر جای دنیا که میرین سعی کنین که اول در خودتان برسین اما انگلیسی را دقل یاد بگیرین سرپای شکسته یا کم زیاد بعد کالج بخوانین دیگه کار که نتونسته نمی کارهایی که آرایشگار هم مردم از کالج یاد میگیره بعضی خیاطی رو از کالج یاد میگیره شیرنی پذیر از کالج یاد میگیره یک رقم نرسینگی هست که برای همی بزرگ سالا که نرس میشه او از کالج یاد میگیره مردم ها بسیار چیزا رو از کالج همی کالج های مفته که برای تمام رفیجیا هست اینمی ده اختیار شما هست باز به خصوص که از افغانستان میای خود تمام چیزی او را مردم ها اسپانسر میکنه اگه او درس بخوانه پیسدار های امریکا او را اسپانسر میکنه در کالج ها میره میگن در یونیورسیتی ها در هر جایی میگگم مثال یک زن یا یک دختر خواست درس بخوانه ما اینی مقدار پیسه را میمانیم که خرج پیسه همو کالج یا پیسه مکتب ما زیادتر جانم دولتی هست در شما چرا قصد خودتان خام هستین؟ مثل تو وره صدها دختر دیگه چرا عاشق کسی میشین که زن داره؟ وقتی همون زمانی که فامیده بودی که گفتم از زن دارم همون وقت باید بایی برکاب میکردی چرا منتظر میشینی که زن شطلاق بته؟ چرا خانه ها رو خراب میکنین؟ عزیزانی دل شاید امی زن امی امی را دوست داشت امی جانوره شاید اما اولادای همین پدرش دوست داشت باید ما هیچ چیزی که در نظر نگیریم خداوند در نظر بگیریم عزیزان جوان هستین نوشیار هستین میفهمم درس خواندن کابلم بسیار پیشرفت کرده بود افغانستان تا زمانی که طالب نامده بود بسیار همه چیز رو در ترقی بود مردم همیشه میگفت افغانستان اروپا شده ولی شما چرا از افغانستان میایین بیرون یک دفعه خود گم میکنین چرا می دختره افغان اینقدر می که بشوی بانین یک شویی که مثل امی باشه چی و درد میخوره او ای رو بوی کو او را بوی کو از پشت او باش از پشت ای باش چقدر دروغ بگو قسم بخو مادرم مرده نمیفهم، فهم خوهرم مرده نمیفهم زنم پیر است چهار تا اولاد دارم یک اولادش هم پود میکنه که میشرم از همه چیز بعد هم پوف لافش که یک لفت اوبر میگه ما دکتر هستم دستیار دکتر هستم خب ده بدترین خانه زندگی میکنه که غار موش هسته خدا میفهمه مادر کیکا و او خانه خانه داره ای هر جای گفته میگرده که من مایی چار هزار و پنج هزار کره خانه میتوم و از چرا اینا را وقتی که با یک کس دوست میشین سعی کنین یک کم هم منطقه رو بشناسین یاد بگیرین امو حتی قل از امو حالت دپریشن در آمده باید بوری یک که پیدا کو دیوانه خو نمیتونه فوکس کنه روی یک چیز دیوانه خو نمیتونه تصمیم بگیره او زمان دیوانگی تو دنبال عشق و عاشقی میگرده خواستم نصیحت من بر تو یه است که دیگه البته که یک دفعه عزیزان دل که یک بار که میزن زن افغان یا دختر افغان نمیفهم دور از چند تا خوبه که یک بار اعلام میشه یا که طلاق میگیره یا که مثلا بوی فرند شب میکنه عجله میکنه که سعی کنم یک دیگر پیدا کنم که ممکن است که ما وقتم تایمم تیر شده باشه یا تایمم تیر شده ما میدان بانم به خدا در میدان نمیمانین زمانه و تو زمانی نیست که دختر یا زن در باشه هسته پیدا میشه ولی زیاد سعی کنین نجله نکنین عجله نکنین یک خانه ها خراب نکنین اولادار هم به نکنین در خودتان فکر کنین ادقل اگر در دیگه چیز فکر نمی کنین بادیتان خراب میشه یک آدم از تو استفاده کرد استفاده کرد تو بخی پنج هزار نیه پنج هزار از او گرفته باشه او چی به با درد تو در امریکا پنج هزار یعنی پنج هزار افغانستان اونو که مصرفش کم هسته برو 200 دو دلار دولار در مارکت برو سودا بخری چیز نمیشه خو اینجا پیسه دلار است دیگه پنج هزار دلار اگه در پیسه افغانستان زیاد میشه در پیسه ایران زیاد میشه اینجا خوب تمام چیز در دا دلار است یک بنده خدای دوست بود با من میگفت خانم ایرانی بود میگفت خواهر سارا قدر قیمت گیرانی هست میگفتم آه گیرانی خواست میگفت میرم به خدا یک یک دلار برای هر چیز میمانم میبینم که صد دلار شد کاو میخرم یک سبزی میخرم یک مرغ میخرم یک اون چیز دیگه میگفت من زیاد نمیخرم اونم یک دلار یک کنیم دلار برای هر چیز میمانم یالم اونو او تو هست عزیزان فکر کنین یکم درس بخوانین تحصیل کنین کار کنین زحمت بکشین که در جای برسین شوی پیدا با میشه بالاخره و خدا در اون دنیا بشویار کس از بهشتم نمیکشه از جهنم هم در اون دنیا هم که بری شوی هست هم دنیا هم در قصه شوی نشوین همه در پشت پیشرفت خودتان بگردین امیدوار هستم نازنین ها داستان بشنوین و راهنمایی کنین مثل این دختر جوان های افغان بسیار است که بازم ما بخیر وقت کردم دوباره داستان های دختر افغان هدفی دیگه از اروپا است میمانم انشالله که زنده باشم که اینا را هم یک درسی هم شد برای زنا هم شما ها یک نصیحت میکنین به عنوان خواهر کلانش یا برادر کلانش عزیزان دل خوب است که خوب است که اینا اینمی یک نظریه ما را میخواید که در مرقم خودشان رفتار نمیکنه اگر نظری ما رو بخوای خب ما کمکش میکنیم از هر طریقی که باشه خب ما برای زنا کمک میکنیم حالا شما منامو که کامنت میکنین اینا میبینه ولی اگر ای همون تو کارا کرده هم برن اینا و از کسی هم کمک نخواه با کسی هم مشغله نکرده باشه اینا بسیار روزگار اینا در بدی میشه وقتی در کشور مثل امریکا و جای بیایی تو فامیل داری نه تو دوست داری نه تو آشنا داری در کشوری از افغانستان برامده آمده در امریکا بعد اینجا معلوم است که یک دفعی خوشی میزنه در سر دیوانه میشی این دیوانه شدن ها از خوشی های زیاد است عزیزان خوشی که در سر آدم زد آدم دیوانه میشه و اگر نه چرا در افغانستان این همه زنا لط میخوره این همه زنا شکنجه میشه چرا اونجا کس دیوانه نمیشه با خاطری که نمی میگه تا بی سری و خوشی را فقط گوسپندا اینسان ها ارده نمیتانم خب نازن اینا خداوند نگهدارتان تا برنامه آینده که بازم با شما باشم خدا حافظتان. من میخواستم که ویدیو براتان کتا شد ولی نشد دور دراز شد خب چی کنیم دیگه مقصیر سایب داستان هستن ما نیستیم خداوند یار نگهدار شما خوبان